خدمت عزیزانی که با ما هستن و کلام خداوند رو میخوان با عشق بشنوم و حقیقتا هر کس که از این گنج بیکران سمره برد هر کس که از محبت خداوند نیز اون خوشی اون آرامش اون قوت رو گرفت دوست داره به دیگران برسنه میدونم که عزیزانی که الان اینجا هستن خیلیاتون دیگران رو دعوت کرد فقط خوب هست مسیح ما رو برای همین که بتونیم دیگران رو نیز دعوت کنیم به خانه خداوند چون چشیدیم و دیدیم خداوند ما نیکوست و تا زمانی که اون چشیدن نباشه حقیقتا مردم نمیدونن ما چی میگیم انجیل مسیح چی میگه میتونیم چراغا رو برعکسش کنید لطفا که واقعا آنچه که ما داریم میگیم این موضوعی هستش که میتونه حقیقت داشته باشی یا نه یه موضوع این هست و موضوع بعدی این هستش که چقدر ما تشنه حقیقت هستیم حقیقت برای ما چقدر مهم هست شاید یک مسیر زمان از عمرمون رو پشت سر میگذرونیم میرسیم به یه جایی که میبینیم واقعا دنیا گویا که اون عرضش رو نداشت چقدر قصه خوردیم زحمت کشیدیم و حالا به دنبال حقیقت هستیم خداوند اونجا حقیقت رو برای ما باز میکنه پدری فرزندش رو به زور میبره و تشویقش هم میکنه که بیا بریم بالای کوه و میخوام به طبیعت رو نشون بدم زمانی که میبرده توی مسیرم پسر بچه همش غر میزده و شکفه میکرده میگه بابا نمیخوام چرا انقدر منو خسته میکنی منو سربالایی داری میبری بالا وقتی که میرسم به اون قله از بالای کوه به پسرش میگه میگه حالا پایین رو نگاه کن چقدر قشنگه میگه بابا من از اول که گفتم همون پایین بمونیم حالا گاهی هستش که ما وقتی این اشتیاق در ما نیست هر چه قدرم از زیبایی آنچه که وجود داره رو بگیم متاسفانه مردم نمیتونن اینو درک کنن مگر اینکه بیان خودشون بچشن و براشون دعا کنیم تا این حقیقت بر اونها نیز مکشوف بشه شاعری میگه شبی دلخسته رفتم در کلیسا منم این گونه بودم منم اولین بار وقتی که رفتم با قرقر و شکایت رفتم به کلیسا انگار از خداوند طلب داشتم شبی دلخسته رفتم در کلیسا کنم من شکوه از دنیا به عیسی زیادش جان من آکنده از نور وجودم شد همه پر شادی و شور تمام جان من از روح پر شد میایم اینجا چه حس زیبایی داریم حضور خدا هست حتما روبن عزیز و گروه پرستش دارن با تمام دل با تمام وجود پرست از راه های دور میان عزیزان از گلندر میان از جاهای میان که واقعا یک ساعت شاید توی ترافیک بمونن ولی با عشق میان و خدا این رو میبینه پرستش و این پرستش رو خدا برکت میده روبن عزیز ساعت وقت میذاره تا بتونه بهترین رو به خدا تقدیم کنه پس کلام خدا میگه من بی انصاف نیستم انصاف داره خدا این پرستش رو برکت میده و به توسط روح القدس قلب شما رو لمس میکنه این انرژی نیست ایزان این حضور خداست ازش دریافت کن تمام جان من از روح پر شد حضور روح در جانم چو در شد ز خود بی خود شدم اندر حضورش دل و جانم همه مفتون روحش ز عطر او هوا مطبوع تر شد تمام خستگی هایم به در شد فراموش نمی کنم سالها پیش وقتی که برادر خودم رو به حال به اصرار و تمنا که اینجا یک جای دیگه هست در ایران بردم کلیسا وقتی که اومدیم از کلیسا بیرون با اینکه قلبش به مسیح نداد اما گفت انگار من شیش ماه رفتم مسافرت چه لذتی بردم خداوند به اندازه شیش ماه خستگی اونو گرفته بود و بهش استراحت داده بود برای همین است وقتی تشریف میاد به کلیسا بدونید حضور رسول و دیگران که حتما شما رو دوست داریم هممون دوستتون داریم نیست حضور خداست که منتظر شماست و میخواد خدا شما رو برکت بده آیا میدانید در طول این دو ماه و خورده ای کنم سه ماه شد تقریبا در با چه موضوعی صحبت میکردیم که ادامه بدیم بله بشنوم جان برابر اعتدال در زندگی همه شما بورشور دارید اونا که بورشور ندارن دستاشون بره بالا همه بورشور دارید اعتدال در زندگی همون گونه که قبلا نیز اعلام کردیم و به معنای او پرداختیم یک معنای ریشه ای او که عدل و عدالت می باشد هرچند به تعریف عام یعنی در اصل میان روی و یا حد وسط اما تعریف حقیقی که ما یافتیم در طول این ماه ها در مسیر رسیدن به حقیقت رسیدن به آنچه که دلیل خلقت و تولید می باشد بود و نمودار صحیح از یک زندگی سالم که دور از افراد و تفرید بودش یه جدول خیلی مختصری من آماده کم اگر مقدور باشه پرویز عزیزم این جدول رو داشته باشیم که نموداری از زندگی سالمی که خدا میخواد ما داشته باشیم و را که ما رو از اون حقیقت دور میکنه گفتیم دو رشته از افراد و تفرید هستش آیا میتونیم داشته باشیم پرویز جان؟ بله که عزیزان البته اینو توی برشورتون نداریم چی شد؟ بله مرسی 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 پرویز عزیزم خدا به شما مرسی مرس. من همیشه به شما عزیزان میگم میگم لطفا هیچ موقع تولد من منو نگید شما یک سال پیرتر شدید من هم میگم پیر جد آبایتونه <تص> ممنون مرسی فرمی این جدول نبود مرس مرس مرسی 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 I مرسی 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 محبت شما مرسی خدا به شما برکت بده ممنون ممنون یه دستم برای خودتون بزنید ممنون مرسی مرسی تولد من درست تولد جسمانیم هست و مادرم در آسمان هست میدونم که روح شاده چون در حضور خداست به مسیح ایمان آورد و پدرم که البته الان در نروژ هستش عروسیه بچه خواهرم هست و اونها دور هم هستن اما تولد حقیقی همه متولد روحه که ابدی خواهیم شد و 20 سال پیش بود که من در مسیح متولد شدم و افتخار اول من تولد در مسی هست حال تشکر از شما عیزان بازم برای خودتون دست بزنید خدا رو شد برای خداوندمون برای محبتش ممنون مرسی مرسی روبرت جان فکر کنم شما اینجا یه نقشی داشتی <تص> <applause> بله خب هدف از خلقت میدونیم که در کتاب پیدایش یک بیست و علا اعلام میکنه خدا جهان را انسان رو به شکل خودش آفرید و جهان را برای کامل شدن انسان آفرید که در مسیر ابتدا آگاهی ایمان توکل به خدا توانایی شادی فروتنی و آرامش هستش عزیزان اگر مایل هستید میتونید عکس بندازید از این جدول که آنچرا که ما را از هدف اصلی خلقت دور میکنه هموطنان عزیز ترس هست ترس دور میکنه نترسیدن هم بد هست که من قبلا میتونید رجوع کنید روی برنامه های خدمت شما هستم یوتیوب و یا روی سایت ما دربارهش صحبت کم ناامیدی در برابرش خوشخیالیه اینا همه ما رو دور میکنه رضایت همه به هرگز به دست نمیاد جنگ و خشم هست زعب هست ادعا و بلوف زدن هست بدبینی مستی و لذت حقارت غرور بیجا و بیتوجهی و بیخیالی و هیجان و شتاب زدگی که نمیرسیم امروز دوباره بخوایم به این ها بپردازیم پس این جدولی هستش که ما یه دوره کردیم نسبت به آنچه که ما را از اون زندگی سالم دور میکنه اما یک سوال دو تا سوال توی بورشورای شما هست عزیزان وقتی تشریف آوردید بورشور ندارید میتونید به پرویز عزیزم اعلام کنید یا دستتون بالا بگیرید براتون خواهند آورد سوالی که ما در طول این مدت به اون پرداختیم این هست چگونه میتوان زندگی سالم داشت و در جواب نیز اگر نگاه کنید روی بورشوراتون سه تا سوال ما کاملا جواب دادیم که به اندیشه در اعتدال پرداختن است چون اندیشه به حکمت و خرد جوهر اصلی یک زندگی سالم است یعنی ما نمیتوانیم بگیم خرد و اندیشه ای که خداوند به ما داده و این مغز و این سیستم مغزی که روش تفکر کنیم داده شده ازش استفاده نکنیم و زندگی سالم داشته باشیم نویسنده اعلام میکنه فکر شما هرچه هست شما همان هستید و محال است از آن بزرگتر شوید پس در قلم روی ما حتی کلام خداوند وقتی سخن از قلب میکنه اشاره اون سخن از فکر ما است و فردوسی نیز اعلام میکنه جوان, جوان مردی از کارها پیشه کن همه نیکویی اندر اندیشه کن پس خیلی مهم هستش که وقتی فردوسی این دلیل مردی که زبان فارسی و پارسی رو برای ایرانی ها نگه داشت نیز اشاره به این میکنه که یک ایرانی میباید در خرد و اندیشه باشه تا زندگی سالم داشته باشه تا در اون مسیر نیز ما بتونیم قدم های خوب و مفیدی رو برداریم برای جلال نام خداوند اما سلیمان وقتی که مسیح خدا رو ملاقات کرد از خدا چی خواست؟ حکمت حکمت رو از خدا خواست به خاطر اینکه زندگی سالم هم خودش داشته باشه همچون مسئول قوم شده بود بتونه آن رو به قوم خودش انتقال بده از این رو هستش که در اول پادشاهان سه نه الا دوازه رو براتون میخونم که سلیمان به خداوند اعلام میکنه به من حکمت بده تا بتوانم با قوم تو به عدالت رفتار کنم گفتیم عدالت یعنی چی؟ یه جواب بگیرم بله رابطه درست انسان با خدا از نظر ساینس و علم هر چیزی سر جای خودش پس سلیمان به دنبال این بود که مبادا اسیر اون جدولی که نشون دادیم افراد و تفرید بشه و آسیب بزنه میگه به من حکمت به تا بتوانم با قوم تو به عدالت رفتار کنم و بتوانم فرق بین خوبی و بدی رو تشخیص بدهم مبادا به دام افراد و تفرید بیافتم. در غیر این صورت من چگونه میتوانم بر این قوم عظیم تو حکمرانی کنم خداوند از این درخواست سلیمان خوشنود شد ما تو بدیا خیلی موقع خدا رو سپرایز میکنیم حتی خادمین خدا خدا رو سپرایز میکنم در طول تاریخ نشون داده شد برای چی باید شخصی به نام مارکس اعلام کنه مذهب افیون جامعه است و حقیقتا هم هست مذهب افیون جامعه است مسیحیت نه مسیحیت رابطه عاشقانه با خداست اگر توی چاله های مذهب گرفتار شده افیون شده پس جایگاهی رو که خدا برای من مهیا کرده به عنوان عدالت و راستی اگر در اون قرار نگیرم مسلما من آسیب خواهم زد و خدا خوشنود نمیشه خدا به عیسی مسیح هم موقعی که تعمید گرفت گفت من از تو خوشنود هستم اما زمانی که توی پیدایش باب شش نگاه میکنیم میگه انسان ها گناه کردن خداوند میگه من پشیمون شدم این انسان ها رو آفریدم اونجا هم خدا سپرایز شد از طرف انسان ها پس زمانی که من و شما آنچه که برای زندگی ما مفید هست و به راستی در حضور خدا میریم میخوایم حقیقتا خدا از ما خوشتون هست و ادامه میده و به او فرمود چون تو خواستار حکمت گشتی یعنی خدا داره به سلیمان میگه تا با عدالت حکومت کنی و نه عمر طولانی یعنی زیاده خواهی و ثروت یعنی طمع برای خود یا مرگ دشمنانت یعنی با کینه و نفرت به حضور خدا نرفته با قور و شکایت به حضور خدا نرفته آنچرا که خواسته ای به تو خواهم داد من به تو چنان اندیشه ای خردمند و بینشی یعنی به توسط روح القدس روشن میدهم که هیچ کس مثل تو نداشته و نخواهد داشت همچنین آنچه را هم که درخواست نکرده ای به تو خواهم داد یعنی ثروت و افتخار که تا زنده هستی هیچ پادشاهی به پای تو نرسد وقتی به درستی ما در حضور خداوند میریم خدا این گونه ما رو برکت میده ما خدا رو سپرایز میکنیم به اون بلوغ روحانی رسیدیم که از تو چه بخواهیم دیگه حواسمون هست تو برای چی ما رو آفریدی و خدا ما رو سپرایز میکنه حتی اونی هم که فکر نمی کنیم نیازمون هست رو خداوند به ما میده باز فردوسی نیز این گونه میگه امروز فکر کنم بیشتر گیری به فردوسی میدیم اون هفته به مولوی امروز به فردوسی خرد بهتر از هرچه ایزد بداد ستایش خرد را به از راه داد خرد راهنما و خرد دلگشا خرد دست گیرد به هر دو سرای هم امروز ما نیز پر برکت خواهد بود وقتی با حکمت و خرد هستیم و هم نیز به فیض خداوند آینده برای ما چرا که خرد به ما یک هوشیاری میده هوشیاری میده که بتوانیم در برابر ویروس هایی که ضد زندگی سالم من و شما هستند ضد موقعیت کاری شما هستند ضد رابطه های درست من با دیگران و با خدا هستند ضد نیازها و حاجت هایی که من رو بیشتر مشغول میکنه تا بتونه برکت توی زندگی من باشن به من این هوشیاری رو میده و من با این هوشیاری میتونم به راحتی از مشکلات و سختی هام نیز عبور کنم و نیز جایگاه درست قرار باز ایوب در کتاب خودش 28 28 میگه به یقین بدانید که ترس از خداوند گفتم ترس از خداوند یعنی چی شناخت خداوند ما از خدا نباید بترسیم اگر ما از خدا بخوایم بترسیم یعنی هنوز خدا رو نمیشناسیم برای همین مذهبیون از خدا میترسن ایماندار مسیح فرزند خدا از خدا نمیترسه عاشق خدا هستش میگه به یقین بدانید که ترس از خداوند حکمت واقعی و پرهیز کردن از شرارت یعنی اون در از ویروس ها دانش حقیقی هستش که به ما داده خواهد شد و ما در این چند جلسه ای که در خدمت شما بودیم در رابطه با اعتدال در زندگی پرداختیم به چند موضوعی که به عنوان ویروس های ضد سلامتی بودن یکی وسوسه و یا گناه زیاد خواهی و طمع شتاب زدگی و یا عجله بدبینی و یا بی ایمانی خوشخیالی و یا بی توجهی و بی مسئولیتی که ما رو از اون محور اصلی زندگی سالم نیز دور خواهد کردش و به ما اجازه نمیده که ما وفادار و همچنین شاکر بمونیم برای جایگاهی که به خاطرش آفریده شدیم البته موارد و یا ویروس های دیگه هم هستن که خب وقت نیست و حوصله این نیستش که بخوایم فقط در با یک درس صحبت کرده باشیم اما تا اونجایی رفتیم جلو که این درک رو داشته باشیم عزیزان زندگی که در یک اعتدال و سلامتی هست زندگی هستش که چاشنی شادی و خوشحالی ما رو نمیگیره اونجا که شما میبینید از زندگی از کارت از رابطت از دوستیات از مهمانیت خوشحال نیستی از سرزمینی که درش زندگی میکنیم خوشحال نیستی این یک آله خطرناکی هستش که داره اعلام میکنه که توی اون اعتدال درست نیستی تو اون سلامتی نیستی باید نگاه دوباره یک نگاه تازه بکنیم باز سلیمان نیز اعلام میکنه اگر به من گوش بدهی راستی و عدالت و انصاف را خواهی شناخت چرا که سلیمان داره با یک ریتم خرد اندیشی سخن میگه از اون خرد و از اون حکمت داره با مخاطب صحبت میکنه راه زندگی را پیدا خواهی کرد شخص حکیمی میشوی و از عقل خود شادمان میگردی برای این نیست امروز اگر ما خدا رو دوست داریم ما فرزندان خدا هستیم روی عقلمون کار نکنیم درسته که ابزار روحانی با ابزار ساینس و عقل متفاوت هستش اما ایماندار مسیح میباید اهل منطق و نیز عقل و حتی علم و ساینس نیز باشه مبادا دور بشیم از این و به چاله های خرافات گرفتار بشیم و پولس رسول در رابطه با دعا نیز میگه میگه من گاهی به روح دعا میکنم و گاهی به عقل دعا میکنم باید بدونیم که چی میخوایم از خدا و سلیمان اینگونه در حضور خدا رفت و دعا کرد و ادامه میده عقل و دانایی تو از تو محافظت خواهد کرد پس حافظ من خواهد بود که مبادا آسیب بخورم تو نیازهام برای کارم برای درآمدم برای اقامتم چرا ما میشنویم شخصی که توی ایران بوده با هزار زحمت چقدر پول به این داده به اون داده بلند شده اومده آمریکا میگه وا اینجا چی به چه درد من میخوره اینجا عضو میخوام میناله اینجام ناله میکنه برای ازدواجش دعا کردیم خودش چقدر تلاش کرده حالا ازدواج کرده میگه این کسی نیست انگار من میخواستم چرا برای کارش همچنین علتش این هسته که ما مانند سلیمان در ابتدا برای زندگی سالم اون از خدا اون حکمت رو نخواستیم برای گرفتن اون حکمت متاسفانه مایه نذاشتیم شاعری اعلام میکنه هر که نور را حسار کند اون حکمت رو اون خرد رو اون قوت خدا رو تیر شیطان بر او چه کار کند مشکلات و سختی ها هست طبیعیه طبیعتا همه ما در مشکلات سختی ها هستیم اما دقت داشته باشیم نمیخوام یه جای اشتباه بریم قرار برای این نیستش که ما وقتی در رابطه با زندگی اعتدال صحبت میکنیم و یک زندگی سالم داریم صحبت میکنیم هدف ما این باشه که شخصیت من یک شخصیت کمالگرا باشه و من هرگز اشتباه نمی کنم. این هوشیاری داشته باشیم ما در این مسیر دعوت شدیم هدایت شدیم داریم تلاش میکنیم داریم میآموزیم اما همه انسان ها در هر جایگاهی که هستن به طور خاص توی کلیسا خادم مهمان اول ایماندار بیست ساله اسقف پاپ همه هم اشتباه میکنیم هم گناه میکنیم این رو باید بپذیری هم من اشتباه میکنم هم گناه میکنم هم شما میتونید اشتباه کنید و گناه کنید مبادا به دایره آنچه را که به عنوان یک شخصیت کمالگرا هست گرفتار بشیم و باعث آزار و رنج خودمون و دیگران بشیم چون در اون صورت هستش که ما نمیتوانیم نه خودمون به جایگاه درست برسیم و نیز دیگران را آزار میدیم با سلیمان در جامعه هفت بی سلام میکنه زیرا مرد عادلی در دنیا نیست که نیکویی ورزد و هیچ خطایی ننماید کار خوب میکنه ولی اشتباه امکان داره انجام بده و همون گونه که میدونیم در نامه رومیان 3.23 اعلام میکنه همه گناه کردن از جلال خدا دور شدن و میگه هیچ انسانی نیستش که به اون هدف اصلی زده باشه و بتونه تو اون موقعیت خودش رو قرار بده برای مثال اگر ما بخوایم تصور بکنیم که ما مسافر هستیم از اینجا میخوایم بریم برف سان دیگو توی مسیر امکان داره پمپ بنزین بریم امکان داره یه رستوران بریم خوراک بخوریم آیا وقتی وارد رستوران میشیم وارد پمپ بنزین میشیم ما مسافر نیستیم چرا ما هنوز مسافریم ما در مسیر سلامتی حتما باید قدم برداریم در هر سن و سالی که هستیم فرقی نمیکنه چه جوان هستیم چه پیر هستیم باید برای زندگی سالم برای رابطه های سالم ما تلاش کنیم به طور خاص اگر به مسیح ایمان آوردیم مسیح گفت کامل شوید همچون خدای پدر در اون مسیر باید قدم برداریم و اما فقط هوشیار باشیم که در کنار این ما اشتباه میکنیم، خطا میکنیم، اما در کناری که داریم خطا میکنیم، اشتباه میکنیم و اشتباه میکنن مواظب باشیم. روش ما با مخاطبینمون بازم درست باشه. روشی نباشه که باعث آزار اونها بشه. و این هم داشته باشیم. اگر منم اشتباه میکنم، اگر دیگران رو آزار میدم، دنبال دلایلت بگرد. به چه دلیل؟ چرا تلخ میشی چرا خشمگین میشی چرا عصبی میشی این سوالیه که باید از خودت بکنی و پیگیری بکنی نمیتونی کمک خودت کنی از یک متخصص کمک بگی از خود کشه کلیسا گرفته تا خادمین و روانشناسان و مشاورین چون سلامتی مهمترین هستش و خدا میخواد که ما سالم باشیم شخصی کارگر خودش رو میزد اومدم بهش گفتم برای چی داری میزنیش گفت نمیدونم اگه میدونستم که میکشتمش از این کارا میکنیم یا نمیکنیم حالمون خوب نیست از ما خوب پذیرایی میکنن به ما عشق میدن ولی چون حالم خوب نیست همه چیز رو دارم بد میبینم آنگونه که هفته گذشته نیز در رابطه با عینک بدبینی صحبت کردیم در غلاطیان پنج اعلام میکنه اما اگر همدیگر رو بگزید و بخورید به حذر باشید که مبادا از یکدیگر هلاک شوید به جای اینکه باعث شادی هم باشیم قوت هم باشیم متاسفانه باعث رنج هم خواهیم شد و بیشتر اذیت می‌کنیم با سلیمان میگه در امثال 24 چون دشمنت بیفتد شادمانی نکن این علامت اینه که شخصت سالم نیستی ما در برابر نظام دولت جمهوری اسلامی سرنگونیش رو می‌خوایم بارها عرض کردیم ولی من هرگز مرگ خامنه‌ای رو نمیخوام. مخالف هستم تیر خوردم آسیب خوردم مرگ هیچ کس نمیخوام. چون آزاد شدیم ما ما میخوایم خداوند اونها رو نجات بده ایمان بیارن ما روح بدی که اونها رو داره کنترل میکنه اونو میخوایم بیفته کلام خدا میگه برای دشمنان خود دعای خیر کن دعای برکت کن چرا چون این به تو آرامش میده این به تو سلامتی میده حالا اون شاید مرد شاید هم نمرد چرا ما باید مرگ دیگران رو بخوایم چرا عذاب دیگران چرا با عذاب دیگران تو خوشحال میشی این آلارمه سالم نیستیم اونجاست که باید به فکر سلامتی باشی اعلام کنید چون دشمنت بیفتد شادمانی نکن و چون بلغزت دلت به وجد نیاید و نیز فردوسی اعلام میکنه چون روزی به شادی همی بگذرد خردمن مردم به شما داره میگه به ایرانی ها داره میگه هم ما ما نمیخوایم ناسیونالیستی فکر کنیم فردوسی مال ایران بود خدا با ایران کار داره خدا با شماها کار داره گاهی ما فکر میکنیم خدا با ما کار داره از جمله کشیشا، از جمله افرادی که مبارزین سیاسی هستند، خدا با ما کار داره تا ایران نجات پیدا کنه، خیر. خدا با ما کار داره تا دنیا نجات پیدا کنه. خدا با ما کار داره تا کشورهای خاورمیانه همسایه های ایران که در باتلاق جهل و مذاهب دروغین گرفتار هستند، آزاد بشن. چون وعده خداوند بود که خدا بر ایران سلطنت خواهد کرد حتی شما هم وطنان عزیز من که اینجا هستید ایرانی هایی که در لس آنجلس هستن به مسیح ایمان آوردید شما آمدید که روزی باعث بیداری همین کشور آمریکا بشید مطمئن باشید مطمئن باشید که شرایط اینجا به نوعی خواهد شد که یک ایماندار باید اونجا رو بیدار کنه پس مفید هستی بی ارزش نیستی تو ارزش داری برای خداوند همه ارزش دارن اما امروز نقشه که در برابر خداست ایرانه خدا با ایران و ایرانی ها کار داره با تو کار داره دلیل انسانی تو بذار کنار اومدی اینجا این مطالب رو بشنوی توی سکوی درستی که خدا برات انتخاب کرده قرار بگیری چو روزی به شادی همین بگذرد خردمند چرا غم خورد بکوشید تا رنج ها کم کنید دل غمگنان شاد و خورم کنید این مسئولیت ما هستش و وقتی که دیگران رو شاد میکنی مطمئن باش که این شادی و این قوت نیست به شما برکت خواهد داد که بتونید زندگی خوبی رو داشته باشید چرا که در اصل شاد زیستن یک ضرورته. برای همین پولس رسول میخونیم آیاتشو اعلام میکنه که شاد باشید باز میگویم شاد باشید امری داره صحبت میکنه لازم هست که زندگی ما در اون شادی قرار بگیره اما باز باید هوشیار باشیم شادی ما با لذتی که تو این دنیا کاملا متفاوت هستش لذت تو این دنیا موقتی هستش من رو موقتی خوشحال خواهد کرد اشکال نداره حتما ما برای داشتن یک شخص سالم زندگی سالم احتیاج به تفریح داریم ورزش داریم احتیاج داریم که زندگیمون یک برنامه خوبی داشته باشه مشارکت داشته باشیم با دیگران همه اینا قابل درکه اما اون جایی که بعد از هر نوع مشارکت هر نوع اتفاقی که برای من و شما میفته تلخی ایجاد میشه از اون قافل شد و کلام خداوند میگه از مستی قافل شد شما ایزا منو میشناسید من توی تلویزیون رو درواسی ندارم شاید تنها کشیشی هستم که میگم مشروب میخورم و میگم بخورید گناه نداره نجس نیست اما کلام خداوند میگه مستی نکنید مستی هستش که آسیب به ما خواهد زد مستی هستش که من رو از حکمت دور میکنه من رو از هوشیاری دور میکنه حالا مستی رو کلام خدا میگه مستی نسبت به هر چی به کارت مست نشو به رابطه هات مست نشو بدون رابطه اول تو باید با خدا باشی که حکمت رو ازش بگیری تا رابطه های دیگر توی بالانس درست قرار بدیم نسبت به نیازات اینقدر مست نشو از هدف هستی دور نشو فقط مستی به خوردن نوشیدنی الکلی نیستش که دربارش بخوایم صحبت کرده باشیم با سلیمان نیز اعلام میکنه پس فریفته شراب سرخ فام نشو که در جام به تو چشمک میزند و بعد آهسته از گلویت پایین میرود و در آخر همچون مار تو را خواهد گزید و مانند افعی تو را نیش خواهد زد هر آنچه که من رو و زندگی من رو بخواد در جایگاهی قرار بده که باعث آسیب خوردن من بشه اونجا مستی هستش و من از اون اعتدال نیز دور شدم یعنی از اون ضرورت یک زندگی سالم و ما میدونیم که همون گونه که حافظ میگه هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت هرگز خدا عاشق ماست خدا من و شما رو دوست داره خدا میخواد ما شاد باشیم و باز سلیمان در این قسمت این گونه میگه کتاب جامعه 815 پس شادمانی را ستودم چون برای انسان در دنیا چیزی بهتر از این نیست که بخورد از خوردن لذت ببر درش مستی نکن بنوشد از نوشیدن لذت ببر درش مستی نکن و شادی نماید و این در تمامی ایام عمرش که خدا در زیر آفتاب به ویدهت در مهنتش یعنی در رنج و سختی با او باقی میماند از خدا میخواد که تو شاد باشی باید تصمیم بگیری همون تصمیمی که امروز گرفتی تصمیم گرفتی که بیا اینجا لطفا بریم با هم دیگه چراغای چراغ بالا رو روشن کنیم ممنون میشم بریم نامه فیلیپیان رو نگاه کنیم عزیزم بورشور دارید دی نه اونا که ندارم دستا بره بالا لطفا ندارید بورشور لطفا بورشور به عزیزان بدید نامه فیلیپیان رو لطفا باب چهار از یک الا نه رو بخونیم که پولوس رسول توی زندان هست دست و پاشم توی زنجیره نمیدونیم شاید اون زمان منتظر اینم هستش که هر آن اونا به صلیب ببرن هر آن سرش رو از تنش جدا بکنن تو بدترین شرایط هستش اما نامی که داره می نویسه نامه امیده نامه عشق مخاطب تو کیه؟ مخاطبت اخبار روزگارت نباشه مخاطبت اطلاعات که روی تلفن موبایلت فقط دارم بهت میدن نباشه اگه میخوای زندگی شاد داشته باشی مخاطب روزت صبحت کلام خدا باشه کلام خدا به تو این شادی رو میده و کلام خدا رو میخونی به طور خاص تشویقتون میکنم هر روز صبح خوراک مزمور رو داشته باشید بخورید از این مزمور داوود تا وجودتون پر از قوت و آرامش بشه بفهم خواهش بنابراین ای برادران عزیز و مورد اشتیاق من و شادی و تاج من به همین طور در خداوند استوار باشی. آمین. ای عزیزان از افودیه استدعا دارم. و به التماس دارم شاید برای ما ببخشید قطعتون میکنم شاید برای ما که از بکران به طور خاص عیزان فارس که از بکران اسلام اومدیم و ما تو مچت میرفتیم و منتظر بودیم آخونده یه روزه بخونه حالا ما بزنیم تو سر خودمون گریه اونم که بعضی موقعا نمید انگوشتمون رو خیست کنیم بزنیم به چشامون به بغلی بگیم ما گریه کردیم حالا نمیدونیم برای چی ولی خب نشون بدیم که ما گریه کردیم خیلی سخت هست که در حضور خدا شاد باشیم حتی برقصیم میدونیم که کلام خدا میگه برقص در حضور خدا برقصیم در حضور خدا این شادی رو داشته باشیم در حضور خدا یک مثال فرانسوی میگه اگر سازنده آنی که برای تو داره موزیک میزنه خوب میزنه و اون کسی که داره برات قشنگ میخونه خوب بخونه تو هم رقاص خوبی میشی تو مچهد من که میتونم برقصم میتونستم تو مچهد من برقصم با اون عزاداری پس اومدی کلیسای مسیح برقص شاد باش شاد باش برقصید ما ناراحت نمیشیم از رقص شما از دست شما از سوت شما ما ناراحت نمیشیم ما خوشحالیم تو اینجا خانه بابای شماست به من چه مربوطه اگه تو میخوای برقصی در حضور خدا شاد باش بخند و ما میدونیم که مثالی که ایرانی ها دارن میگه خنده باعث درمان مریضی ما خواهد شد اگر ما رو درمان میکنه چرا در حضور خدا نخندیم چرا شاد نباشیم مگه ما مذهبی هستیم از این رو ما چی هستیم ما لا هستیم ما با مذهب کار نداریم ما با اون دایره که گرفتارت میکنه کاری نداریم ما آزاد شدیم در مسیح بله که در خداوند یک رأی باشند و از تو نیز ای هم قطار خواهش میکنم که ایشان را امداد کنی زیرا در جهاد انجیل با من شریک می با اکلیمونتوس نیز و سایر همکاران من که نام ایشان در دفتر حیات است فیلیپیان چهار یک الا آره میخواد در اون کتاب بخونید لطفا شاید ببخشید آره از چهارش بخونید درست میخونید زهر جان ببخشید منظرت فیلیپیان چهار از چهار الان نه رو بخونید ممنون میشم در خداوند دائما شاد باشید و مهم. باز میگویم شاد باشید اعتدال شما بر جمع مردم معروف بشود خب میخوای شاد باشی میه در حضور خدا میگی میخوام شاد باشم با بدهی چجوری شاد باشم کار ندارم چجوری شاد باشم همسرم از دستم ناراحته چجوری شاد باشم ماهاست و سالهاست میخوام اقامت این کشور رو بگیرم هنوز نگرفتم تو بده به هدف اصلی خلقتت به بابات بده اون برای تو اندیشه خواهد کرد مشروط بر اینکه که تمرکز اول تو به مشکلت ندی مطمئن باش که تو جایگاه درست قرار گرفتی نویسنده اعلام میکنه گروهی از ما آنچنان حواسمان به چیزهایی که نداریم معطوف هست که دیگر نمیتوانیم از آنچه داریم لذت ببریم همش داریم فکر میکنیم چی نداریم چه این مشکل من حل میشه استفاده کن لذت ببر از زندگی که داری و اگر خداوند این فیض رو داده امروز تو این شرایط هستی از این شرایط بهترین لذت های بعد به فکر این نباش که اون چیزی که نداری اون چیز رو در آینده خواهی داشت اما اگر سلامتی نداشتی دیگه چیکار می‌خوای بکنی اون رو داری خودت بعد خودت نداری عذر میخوام بله خداوند نزدیک است برای هیچ چیز اندیشه مکنید بلکه در هر چیز با سلات و دعا با شکرگزاری مسئولات خود را به خدا عرض کنید میگه فکرشو نکن قصهشو نخور مانند سهراب سپهری که چه زیبا میگه زندگی با همه وسعت خیش محفل ساکت قم خوردن نیست حاصلش تن به جزا دادن و حفظ از, از این افسردن نیست زندگی جنبش جاری شدن است از تماشاگه آغاز حیات تا به جایی که خدا میداند گفت تو خسته خاطر نکن ما به دنیا آمدیم ابدی بشیم به طور خاص وقتی مسیح ایمان میآوریم مهر ابدیت بر ما هست برای همین هستش که من بارها میگم ما نمیر المومنین هستیم دیگه نمی میریم ما در حضور خدا زنده هستیم تمام شد مرگ ما بله و سلامتی خدا که فوق از تمامی عقل است دلها و ذهنهای شما را در مسیح عیسی نگاه خواهد داشت خلاصه ای برادران هرچه راست باشد و هرچه مجید و هرچه عادل و هرچه پاک و هرچه جمیل و هرچه نیکنام است و هر فضیلت و هر مدحی که بوده باشد در آنها تفکر کنید و آنچه در من آموخته و پذیرفته و شنیده و دیده اید آنها را به عمل آورید و خدای سلامتی با شما خواهد بود آمین آمین میتونیم برای این قصد کلام خدا دست بزنید پس توی مشکلات و سختی اون آن, آن, آن، کسی رو که باید ملاقات کنیم عزیزان خدا رو شکر برای وکیله اما وکیلت نیست خدا رو شکر برای پزشکت ولی پزشکت نیست خدا رو شکر برای دوست عزیز دل سوزت ولی دوست عزیز دل سوزت نیست خدا رو شکر برای فامیل ثروتمندت اما اونم نیست خدا رو شکر برای تمام آنهایی که دورت هستن دل سوزانه هستن اما اونا نیستن آن کسی رو که تو باید ملاقات کنی خداست خدا رو باید ملاقات کنیم تا رفع مشکلت رو بکنه تو یکی از این جیم های تو جیم که قسمت رهکن مرد ها یک موبایلی صدا میزنه زنگ میخوره و یه شخصی میره اون موبایل رو ور میداره یه خانمی هست میگه بفرمایید میگه عزیزم راستیتش زنگ زدم ببینم گفتی امروز یه معامله شیرینی داری بیزنست خوب شد اینا گفت خب آره بگو ببینم گفت من الان جلوی فروشگاه هستم همون پالتو پوستره که بهت گفتم 14000 دلاره برم بگیرم دیگه خب برو بگیم کو وای پس حتما وضعیت اقتصادمون خیلی خوب شده معامله خیلی شیرین داشتیم من اگه اجازه بدی من برم این بنز قرمزرم بگیرم که گفتم آخرین مدل اومده خواهش میکنم خب برو اونم بگی گفت به به پس هیچ اعتراضی نداری پس اگه اجازه بدی این خونه که سر کوچمون هست تو هم که از این محله خیلی خوشت میاد گفتی حیف این خونه رو دست بدیم من برم این خونه رو قلا میکنم حالا خونه اونم میفوشیم اینم میخریم خواهش میگم. میگه خب برو اونم بگی بعد که قطعش میکنه میگه این موبایل مال کیه کی ملاقات میکنیم ما حرف و های مردم وعده های دروغین مردم رو یا خدا رو خدا رو وعده هاش ایستاده به وعده هیچ انسانی نیست اگر به وعده انسان ها میستی خواهشم از شما این هستش که اون رو ببر تحت نظارت این که واقعا حقیقتا خدا تاییدش میکنه یا نه که روی اون وعده بیستید شما ملاقات هایی که در کتاب مقدس اشاره بهش میکنه اینها هستن ملاقات نوح با خدا که باعث میشه نسل بشریت انسان از بین نره وقتی که نوح با خدا ملاقات میکنه وقتی که ابراهیم با خدا ملاقات میکنه خداوند به او فرزندی میده به نام اسحاق معنیش چیه خنده و این خنده رو میده به اونها و اون خنده رو به نسل آینده میده که نجات و رستگاری باشه ملاقات موسا با خدا باعث میشه قوم اسرائیل که در بند و اسارت بودن آزاد بشن ملاقات جدعون باعث میشه که ظالمینی که قوم اسرائیل رو اذیت میکردن و ستم میکردن بتونن بر اونها پیروز بشن ملاقات سلیمان که باعث حکمت میشه و نیز ملاقات مریضان که باعث سلامتی و شفا میشه ملاقات کوران با مسیح اونها رو بینا میکنه جزامی ها اونها شفا میگیرن رسولی که 20 سال پیش قرار بود خودکشی کنه وقتی میخواستم خودکشی کنم فقط گفتم خدا یا حقیقت تو چیه این کارو میکردم صد درصد این کارو میکردم چون سابقه داشتم وقتی گفتم حقیقت تو چیه من مسیح رو ملاقات کردم و مسیح اجازه نداد من خودکش خودکشی کنم و توی جایگاه منو قرار داد که اونهایی هم که میخوان خودکشی کنن خدا و من استفاده کنه اونها هم خودکشی نکنن بلکه حیات رو داشته باشن و هر کدوم شما وقتی مسیح رو ملاقات کردید توی اون ملاقات شما بوده که زندگی شما عوض شده و تبدیل شده و خداوند میخواد شما رو برکت بده اما شاگردان مسیح وقتی که مسیح مرد همه ترسیدن همه نگران شدن همه خسته خاطر شدن همه مایوس شدن نمیدونم تو چه فکرایی بودن شاید دنبال این بودن که اونا مهاجرت کنن به آمریکا هرچه آمریکا هم موقع نبود که اونا فرار کنن پناهنده بشن یه جای. یه دنبال یه پارتی میگشتن یه فریسی پیدا کنیم که بگیم ما مسیر رو انکار کنیم کردن مسیح پتروس مسیر رو انکار نکرد خب بقیه هم انکار میکردن دیگه اگر مسیح مرده او و قیام نکرد اما بریم با هم دیگه انجیل یوحنا 20 ۱۹ الی 23 رو داشته باشیم خسته که نیستید اگه خسته هستید میتونید خمیازه بکشید من متوجه میشم <تصفح> نه این آخرین قسمت درس ما هستش با امید خدا تمونش کنیم که نتیجه خوبی بگیریم انجیل یوحنا باب 20 19 الی 23 و در شام همان روز که یک شنبه بود هنگامی که درها بسته بود جایی که مرسی. شاگردان اینو قسمت آهسته درها بسته بود من نمیدونم توی زندگی چه دری رو بسته میبینی برای امور مالیت نمیدونم رابطه هست با دیگران نمیدونم اقامت در بسته میبینی نمیدونم ازدواج در بسته میبینی نمیدونم حتی رسیدن به حقیقت میبینی اینقدر رفتی این بر تحقیق کردی هنوز نمیدونی کیا راست میگن همه صحبت از محبت دارم میکنن اما حقیقت چیه اگه اون در رو بسته میبینی مسیح رو بطلب احتیاج نیست در باز بشه مسیح از در عبور میکنه برات میاد انقدر به دنبال این نباش که در بسته رو باز کنی به دنبال این باش که مسیح بیاد از اونجا عبور کنه بله جایی که شاگردان به سبب ترس یهود جمع بودند بله بس ترس یهود امروز ترس ما هم میتونه باشه از چی میترسیم ترساتم هم همین الان بیا میخوام اینا یکی یکی در ذهنت آماده کنی ترستو بیار در حضور خدا درهای بستر رو بر در حضور خدا بله ناگاه ایسا آمده در میان ایستاد و به دیشان گفت سلام بر شما باد آمین مرسی, مرسی. این سلام البته خب مترجم چون یک مسلمان بوده در گذشته حالا درود ما نیوزا استفاده میکنیم روشم تحصابی ندارم البته ولی اینجا کلام خدا میگه سلامتی بر تو باد مسیح اومده به تو سلامتی بده به تو آرامش بده به تو اون قوت استادگی و صبر رو به تو عطا کنه اون رو دریافت کن در این مسیر ملاقات مسیح اومده چون با تو کار داره خدا تو رو آفریده منو آفریده چون با ما کار داره ما رو به خاطر خودش آفریده در کتاب اشعیا 43 به اون اشاره میکنه و آگوستین مقدس نیز اعلام میکنه خدایا تو ما را برای خودت آفریدی تا زمانی که ما در تو قرار نگیریم بی قرار خواهیم بود متوجه شدید پس لازمه برای رفع مشکلات برای این پریشونی اول در حضور خداوند قرار اصلی رو بگیریم کلام خداوند اعلام میکنه عیسی مسیح رو خداوند برای ما فرستاد تا ما به توسط مسیح به خدا برسیم و مسیح میگه من راه و راستی و حیات هستم هیچ کس به خدا نمیرسه همه راه ها به خدا نمیرسه دنبال این جمله های خوشحال کننده نرید لطفا اینا علکی موقتیه هیچ کس به خدا نمیرسه مگر به توسط ایسای مسیح فقط به توسط مسیح ما به خدا خواهیم رسید بله؟ و چون این را گفت دستها و پهلوی خود را به ایشان نشان داد مسیح نشون میده من به خاطر شما نه تنها گناهتون اول گناهمون به خاطر رنج هات به خاطر ترساد به خاطر نگرانی هات به خاطر آسیبایی که خوردی من روی صلیب رفتم و مردم و قیام کردم تا تو نیز از تمام مشکلاتت قیام کنی بله و شاگردان چون خداوند را دیدند شاد گشتند باز عیسی به ایشان گفت سلام بر شما باد یعنی سلامتی بر شما که پدر مرا فرستاد. خب شاگردان اونها رو دیدن چی شدن پولدار شدن چی گفت مبتاجی را پولدار شدن اقامت گرفتن ازدواج هم کردن شاد شدن شاد میگه در حضور خدا کمال خوشی هاست قلم رای زندگی تو خدا قرار بده خواهش میکنم برنامه بده به زندگی صبحان با خدا رازگاهان داشت باش با دلت برو نه به خاطر اینکه رسول میگه چون رسول گفت مذهبی میشی نه 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 با عشق برو به حضور خدا عاشق خدا باش چون اون عاشق تو هست اون منتظر تو هست اون میخواد خستگی ها تو بگیره به تو قوت تازه بده برای پیروزی هات برای روزی که به تو داده اون روزی که برکت تو شده بله امروز هم روز چه روزی هست روز روز مسیح مرسی حالا شما گیر باید به تولد ما آبرو ما رو به بعد ما پی سال پیرتر شدیم امروز روز خداونده اون روز روز یک شنبه بود امروز هم روز یک شنبه است عزیزم امروز اومدی تو آزاد بشی تو برکت بگیری بله چنان که پدر ما را فرستاد من نیز شما را می‌فرستم واو پدر وقتی که مسیح رو فرستاد چجوری فرستاد اگر فقط با جسم انسانی بود که مسلما مثل بقیه انسانها گناه می‌کرد مسیح نه با قوت روح القدس فرستاد خداوند نیز میخواد شما که از این کلیسا رفتید بیرون با قوت روح القدس برید بیرون با عطایای روح القدس برید با فرشتگان خداوند برید تا باعث سلامتی و آرامش و امنیت و نجات و شفا برای دیگر عزیزانی که اطراف شما هستن بشید خونت که رفتی دعا کن برای خونت بگو در نام سای مسیح خداوند میخوام حضور تو و فرشتگان تو در خانه من باشه فردا که میری سر کارت رو تو کارت که رفتی اون محل کار دعا کن به دوست عزیزت به همسرت میرسی برای او دعا کن چون الان برکت با تو هست قرار این برکت رو نصیب دیگران بکنی داره میگه همان گونه که مرا فرستاد شماها را نیز داره میفرسته بله و چون این را گفت دمید و به ایشان گفت روح القدس را بیابید آمین پس همان گونه که کلام خداوند نیز اشاره میکنه به ما و همیشه از ما خواسته از روح مقدس خداوند مدام پر بشیم رومیان 14 میگه زیرا ملکوت خدا عقل و شرب نیست خوردن و نوشیدن نیست بلکه عدالت یعنی اون اعتدال و سلامتی و خوشی روح القدس هست که نصیب ما میشه برای همین ما میگیم ما مذهبی نیستیم مذهب ما را در زمیر جایی قرار میده که فقط باید رفتار و اعمالی رو انجام بدیم به سختی تا رضایت خدا رو به دست بیاریم ولی خدا میگه نه رضایت من در اینه که از روح من پرشید چون فقط به خاطر همین آفریده شدی این سیستم مغزی ما فقط به خاطر روح خدا آفریده شده تا روح القدس از اون استفاده کنه تا کارهای عجیب انجام بدیم دعا کنیم مریضان شفا بگیرن با مردم سخن بگیم اونها آروم و تسلی بگیرن و خودشون هم اونها نمیفهمن چیه ولی ما میدونیم روح القدس داره از ما استفاده میکنه که سخنان ما دلنشین مخاطبین ما باشه بله گناهان آنانی را که آمرزیدید برای ایشان آمرزیده شد و آنانی را که بستید بسته شد آمین آمین گناهان آنان خب اولا فقط خداست که میتونه ببخشه منظور اینه هستش که ما نیز از طرف خدا این خاندگی رو داریم که برای یک نفر دعای برکت کنیم برای یک نفر دعای نجات رو بخونیم وقتی دعا کرد میگیم گناه تو بخشیده شد اما اگر کسانی هستن که توی دنیا دارن ظلم و ستم میکنن انجیل مسیح رو مطالعه نمیکنن و دارن راه خودشون رو بینن ما میدونیم که اونها هلاک خواهند شد و توی داوری قرار میاد و چه کسی است که توی داوری قرار بگیره و بتونه نجات رو نیز داشته باشه بریم با هم دیگه نقطه آخر رو داشته باشیم ایزان همه بولشور داریم اونام که جدید اومدن بولشور نه دستا به بالا لطفا امروز آخرین درس ما هست لطفا چهار نکته رو پرویز جان داشته باشیم پرویز عزیزم. خودکار هست خواهشم از شما عزیزان این هست این امکانات رو کلیسای پرسنان مسی نه سال هستش که در اختیار ایرانی ها که لطف میکنن میان اینجا میذاریم هدف ما اینه که شما معلم بشید هدف ما اینه که شما بتونید به دیگران بیاموزید هدف ما این هستش که شما بتونید در مسیر سلامتی نیز اون رشد کامل رو داشته باشید چی فرمودید شما؟ آن دو دقیقه احتیاج هستش و بعد یک سوالی هم اون آخر هست اون سوال و زهر جا شما میخواد بخونید تا عزیزان برای دو دقیقه اون سوال رو جواب بده به خودت اگر میبینی احتیاج به کمک هست من تا اونجای دانشم اجازه بده در خدمتون هستم و همچنین خادمینی که در کلیسا هستن سوال این هفته در چه شرایطی شادی از شما گرفته میشود و چگونه میشود شاد زیست؟ این سوالی هستش اینا رو جواب بدید لطفا روش تمرکز اگه زندگی برای ما مهم هست باید جواب بدیم آدم و حوا تو مشکل افتادن میدونید چرا یه کلمه رو ازش استفاده نکردن اون چی بود قبلا گفتم چرا وقتی خدا گفت چرا خدا گفتش که از این درخت نیکوبت و حیات نخورید اونا نگفتن چرا لطفا شما بگید چرا وقتی میرید برای خرید ماشین یا خونه همه سوالات رو نگاه نمی کنید؟ اگه یه سوال خطرناک است میگی چرا اگه توی زندگی داری میبینی رابطت خوب نیست آرامش نداری شادی نداری سال هست مشکل تو حل نمیشه چرا چرا تو نمیگی چرا بگو و هر زندگی که حقیقتاً چرا نداره چگونگی رفع مشکل رو نخواهد داشت این از آدم و حوا گرفته شده هنوز زمان میبره بله بریم پس آیه آخرم بشنویم لطفاً مزمور 92. هفت ده الی دوازده رو ای شما که خداوند را دوست می‌دارید از بدی نفرت کنید بله. او حافظ جانهای مقدسان خود است ایشان را از دست شریران می‌رهاند آمین نور برای عادلان کاشته شده است و شادمانی برای راستدلان ای عادلان در خداوند شادمان باشید و ذکر قدوسیت او را حمد بگویید آمین. آمین آمین میتونیم باز برای این کلام خدا روحیه شو... شادی با... برای ما روحیه شگذاری میاره و روحیه شگذاری که دلیل خوب خودش رو داره یعنی شما نمی... نمیتونی بگید خب من شگذار هستم تو مریضی هم هستم لذا این اشتباس اگه این گونه ما بخوایم باید دلیل داشته باشم من شگذار هستم در مریضی چون ایمان دارم که خداوند من قادر هست منو شفا بده حتی اگر شفا نده منو من میدونم چون به خدا اعتماد دارم این اعتماد رو دارم این شناخت رو دارم من میدونم که خداوند برای من اندیشه بهتر خواهد انجام داد ملا نصرالدین دیگه دیر شد ولی من جوک بگم ملا نصرالدین علاقش رو گم میکنه وقتی علاقش گم میکنه هر کجا میرفته میگفته علاق منو ندیدید میگفتن نه اونم میگفته خدای شکر دوباره میرفته یه چیزی میگفتن علاق من میگفتن خدا رو شکر آخر سر یکی میگه ببینم ملا اولاغت که پیدا نشده میگی خدا رو شکر میگه بله شکر داره اگه خود من رو اولاغم بودم ببین چقدر بز بدتر میشد گاهی هستش که ما دلایل انسانی خودمون رو داریم اما دلایل حقیقی رو نداریم ما شکر هستیم چرا که ایمان داریم خداوند ما قادر هست که ما رو محبت کنه و مطابق فیضش برکت بده زور اون سه نکته رو شما بخونید تا ببینم پرویز نشد من نکته چهارم میخونم سه نکته رو لطفاً بشنوین چگونه می توانیم زندگی سالم داشته باشیم نکته اول بحر یک زندگی سالم می بایست به اعتدال اندیشید آمین بله تا... روی تلویزیون هم دارید میتونید نگاه کنید بله تا دور از هر زیاده خواهی در خداوند دائما شاکر باشیم آمین بله بحر یک زندگی سالم می بایست به اعتدال اندیشید تا دور از هر وسوسه در خداوند دائما وفادار باشیم آمین بهر یک زندگی سالم میبایست به اعتدال اندیشید تا دور از هر شتاب زدگی در خداوند دائما صبور باشید آمین الان میتونید نکته رو با خودکارتون پر کنید بنویسید و خواهش میکنم روی این فکوس کنید خواهش میکنم روش فکوس کنید اینجا شبنمی از کلام خدا داده میشه شما باید برید منبع اصلش رو در حضور خدا در خانه بگیرید نکته چهارم هم لطفاً بذارید نکته چهارم خودم میخونم داریم نکته چهارمو خب میخونم لطفا ایزان پر کنیم بهره یک زندگی سالم میبایست به اعتدال اندیشید پس اندیشه رو بذاریم اولویت تا دور از هر خوشخیالی ایمان خوش خوشخیالی فرق میکنید دور از هر خوشخیالی در خداوند دائما شاد باشیم وقتی پولس اعلام میکنه در خداوند شاد باشیم تعریفش این هست که به اندیشه خرد و حکمت در حضور خدا از روح خدا پر بشیم تا بتونیم این قوت رو داشته باشیم آمین